سلام، عادل اکبری هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. ساخت نرده چوبی برای گلوناتون، حالا چه در داخل خونه، بالکن یا حیاتتون میتونید این کارو استفاده کنید و اینکه میتونید چوبتون رو به خاطر اینکه ضد آب بشه سیلر کیلر بهش بزنید که توی حیات یا رو بالکن هم بتونید ازش استفاده کنید. بریم سراغ آموزش. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. خب ما اینجا تختهایی رو از چوب بری تهیه کردم، یعنی اندازه ها رو دادم که برام برش بدن. ببینید عرض این تختهایی که چوبایی که قراره برای جلوی نردمون استفاده کنیم 6 سانت عرضش. عرضشون 6 در 30 سانت گرفتم که میبینید اینجا دارم برش میدم. من با اره آهنبر این کارو میکنم، میتونید با اره چوب برم این کارو انجام بدید. اره آهنبر چون تیغش ریستره خیلی تمیزتر میتونید در بیارید. عرض 6 ببینید در 30 سانته. این قسمت بالای نرده چوبیمونو که قرار جلوی کارمون قرار بگیره رو به صورت هشتی با مداد خط میکشم و با اره درش میارم. این قسمت بالا به این شکل با اره برش میدیم و در میاریم، مثل هشتی میشه. خب دو تا چوب به طول 1.25 داریم، 1.25 متر، و 4 تای دیگه که برای بغلا استفاده میشه در 25 سانته. اون چوبایی که دیدید برش زدم و اینکه به صورت هشتی در آوردم قرار روی این چوبا میخ بشه. میتونید از چسب چوب هم استفاده کنید برای چسبوندن زمینه، خیلی محکم هم میشه. خب اون دوتا چوبی که ببینید، اون دوتا چوبی که زیرش میذارم به عنوان شاسیه که این چوبا رو بتونیم به این شکل کنار هم بچینیم. فاصله ای که بین این چوبا قرار میگیره به اندازه تقریبا 3 سانته. اون دیگه بستگی به خودتون داره، ولی 3 سانت تقریبا استاندارده، قشنگ تر میشه. اینجوری کنار هم چیده میشه. تعداد این چوبا هم فکر میکنم هلوش 21 عدد شد. آره. اونم بازم بستگی داره به این که شما چه ابعادی رو در نظر داشته باشید. خب اینجا میتونید قبل از اینکه میخ بزنید میتونید با چسب چوب بزنید، یک 24 ساعت بمونه بعد میخ بزنید، کارتون خیلی محکم تر میشه. ولی خب من برای بالا و پایین این چوبا هر کدوم دوتا میخ زدم که اونم خیلی محکم. اینم برای چوبای بغلش استفاده کردیم، بغل کارمون قرار میگیره. خب حالا اینجا شروع میکنیم به میخ زدن. اگر شما یه دونه بخواید میخ بزنید، اون کارتون زمانی که تمام چوبا رو میزنید کارتون احتمال داره کم بازی کنه، شل بشه. حتما قسمت بالاشو دو تا میخ بزنید، قسمت پایینم دو تا میخ بزنید. اگر هم که قبلش چسب چوب زده باشید خیلی کارتون محکم تر میشه، که ما هم همینطور که میبینید توی این تصویر دو تا میخ بالا میزنم دو تا پایین. البته الان اینجا یه دونه دارم میزنم زمانی که همه یه چوبا رو زدم، بعد مجدد شروع میکنم یه میخ دیگه کنار این میخ باز میزنم. خب اینجا ببینید ما اینا رو در آوردیم، اون قسمت بالایی که برای جلوی کارمونه، این دو تای پایینی هم که بغلا اینا هم میخ میشه به قسمت بغل. این طولش 1.25، کناراش هم که هر کدوم 25 سانته. خب ببینید این قسمت رو بالا میخ زده میشه، پایین هم میخ زده میشه. اینجا هم اگه بتونید چسب چوب بزنید بذارید خوش بشه و بعد میخ بزنید، این هم خیلی محکم تر میشه کارتون. خب ما کارمون تموم شد. ببینید خیلی راحت میتونید نرده چوبی رو بکشید جلو، گلدوناتون رو میخواییم بردارید یا هر کاری که میتونید بخواید میتونید روش انجام بدید. تعادلش هم خیلی خوبه، اصلا فکر نکنید که بر میگرده اینور، نه خیلی هم محکمه. امیدوارم که این کار رو دوست داشته باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که زمانی که ما ویدیو جدید میذاریم شما با خبر بشید. تا یه ویدیوی بعدی و یه آموزش خوب دیگه.